اقدام نظامی جبهه احمد مسعود بالای طالبان، نیروهای مرزی تاجیکستان دو شهروند افغانستان را در بدخشان کشتند، ظلم طالبان بر زنان افغانستان 40 سال پیشرفت با 70 فرمان نابود شد. روزنامه جمهوری اسلامی: طالبان به دنبال غارت دارایی معنوی شیعهان در افغانستان هستند. و طالبان تا در روز پیش از 71 میلیون دلار نفت خام فروختند. با یاد خدا به مجموع مهم این کانال خوش آمدید. نیروهای مرزی تاجیکستان دو شهروند افغانستان را در بدخشان کشتند. منابع محلی در ولایت بدخشان از کشته شدن دو تن از ساکنان ولسوالی یاوان این ولایت هنگام عبور از رودخانه آمو به دست نیروهای مرزی تاجیکستان خبر دادند. به گفته منابع، این رویداد روز یک شنبه 20 جوزا در ساحه مرزی روستای شولر ولسوالی یاوان هنگام رخ داده که یک گروه 15 نفری از باشندگان این روستا می‌خواستند با عبور از رودخانه مرزی آمو وارد تاجیکستان شوند. گفته شده که این افراد قصد داشتند برای اطلاعکاری به سمت تاجیکستان بروند که با هشدار توقف نیروهای مرزی آن کشور مواجه شدند. بر اساس اطلاعات منابع، به دلیل اینکه شمار از افراد این گروه 15 نفری مسلح بودند، آنان با شنیدن هشدار توقف پا به فرار گذاشتند و در همین هنگام نیروهای مرزی تاجیکستان بر آنان تیراندازی کرده و دو نفر آنان را کشتند. مقام‌های محلی طالبان در ولایت بدخشان تا اکنون درباره این رویداد چیزی نگفتند. ظلم طالبان بر زنان افغانستان 40 سال پیش رفت با 70 فرمان نابود شد. بخش زنان سازمان ملل متحد خواهان پایان دادن به ظلم طالبان بر زنان افغانستان شده میگوید جهان برای پایان دادن به ستم بر زنان افغانستان فوراً اقدام کند. بخش زنان سازمان ملل متحد امروز دوشنبه 21 جوزا با نشر گزارش تازه‌اش گفته ظلمی که زنان و دختران افغانستان از ماه اگست سال 2021 به این سو تجربه می‌کنند از نظر مقیاس و تأثیر نسلی بی‌نظیر است. این سازمان گزارش جدید خود از وضعیت زنان افغانستان تحت حاکمیت طالبان را نشر کرده و خواستار اقدام فوری جهانی برای پایان دادن به ستم جاری بر زنان کشور شده است. گزارش این نهاد حاوی نظرسنجی زنان است که تبعیض جنسیتی را پس از سلطه طالبان تجربه کردند و بیان میکند که چگونه 40 سال پیش در زمینه حقوق زنان با صدور پیش از 70 فرمان از سوی طالبان در کمتر از 3 سال از بین رفت. بخش زنان سازمان ملل متحد خاطر نشان کرده که انزوای اجتماعی زنان و دختران را به ناامیدی سوق میدهد. بر بنیاد آمار ارائه شده از سوی این نهاد، تنها 1% از زنان احساس می کنند که در جامعه نفوذ دارند. همین گونه 8% زنان سروی شده از ماه اگست سال 2021 تا اکنون حداقل یک زن را میشناسند که خودکشی کرده و 18% از اشتراک کنندگان می گویند که در 3 ماه گذشته یک بار هم با زنان خارج از خانوادهشان دیدار نکردند. اقدام نظامی جبهه احمد مسعود بالای طالبان. نیروهای جبهه مقاومت شب گذشته یک شنبه 20 جوزا بر ملیشه‌های گروه طالبان در مربوطات شهرستان ولسوالی گذره ولایت هرات حمله کردند که در نتیجه آن یک طالب کشته و یک طالب دیگر زخمی شدند. در این عملیات یک میل اسلحه دشمن به دست نیروهای مقاومت افتاده است. در این عملیات به نیروهای جبهه مقاومت ملی آسیب نرسیده است. روزنامه جمهوری اسلامی: طالبان به دنبال غارت دارایی معنوی شیعهان در افغانستان هستند. در پی تلاش طالبان برای بستن تلویزیون تمدن و دانشگاه خاتم النبیین، روزنامه جمهوری اسلامی نگاشته که این گروه به دنبال غارت دارایی معنوی شیعهان در افغانستان است. این روزنامه روز یکشنبه 20 جوزا با انتشار مقاله‌ای که نویسنده آن سید احمد موسوی است نگاشته که دستاندازی این روزهای طالبان به دانشگاه خاتم النبیین و شبکه تلویزیونی تمدن هم در راستای غارت دارایی معنوی شیعهان است. نویسنده این مقاله افزوده است طالبان اگر از اساس با مرکز فرهنگی و دینی که منفعت آن برای عموم مردم است مشکل دارند که هیچ و آلا با هیچ منطق یک سرمایه عمومی را غارت میکنند. به باور نویسنده مقاله دادخواهی از طالبان از ریشه خطا است.
چون این گروه در پای غارت است و به خواسته ها احترام نخواهد کرد. نویسنده مقاله پیشنهاد کرده است بجای اینکه از طالب بخواهیم تا اسناد و سوابق وزارت عدلیه را بررسی کند، مردم را به عنوان صاحبان اصلی این مراکز به صحنه بیاوریم. گفتنی است که هیئت از وزارت عدلیه طالبان پنجشنبه گذشته با ورود به دفتر شبکه تلویزیونی تمدن خواستار توقف نشرات این شبکه شده بود. طالبان تای در روز پیش از 75 میلیون دلار نفت خام فروختند. وزارت معدن و نفت طالبان روز یک شنبه 20 جوزا اعلام کرد که تای در روز گذشته 130 هزار نفت خام حوزه نفتی آمودریا به ارزش پیش از 71 میلیون و 600 هزار دلار آمریکایی را به سرمایه گذاران افغان فروخته است. همایون افغان سخنگوی این وزارتخانه در حساب اکس اس نگاشته است که امروز یک شنبه هم 20 هزار تن نفت خام از طریق مزایا به فروش می رسد. او اضافه کرد که این نخستین بار است که طی دو هفته 150 هزار تن نفت خام در افغانستان به فروش گذاشته می شود. بر اساس آمار وزارت معدن و نفت طالبان، روزانه 13500 تن نفت از منطقه قشی در حوزه آمودریا استخراج می شود که حدود 10-15% نیاز نفت خام را افغانستان را تامین می کند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اعلام کرده است که سالانه پیش از 1 میلیارد دلار مواد نفتی و گاز از کشورهای همسایه و منطقه به این کشور وارد می شود. یک ماه پیش در سال 14-1 طالبان قرارداد استخراج نفت از آمودریا را با یک شرکت چینی امضا کرد. شرکت چینی اعلام کرده بود که در سال نخست 150 میلیون دلار و در 3 سال آینده 54 میلیون دلار را در حوزه نفتی آمودریا سرمایه گذاری خواهد کرد. ذخایر نفتی حوزه آمودریا در افغانستان 87 میلیون بشکه تخمین زده می شود و 20% نفت استخراج شده از این میدان سهم طالبان خواهد بود. استخراج نفت از میدان نفتی قشی در ماه گذشته 14-2 آغاز شد. ابتدا ظرفیت استخراج 5 تن نفت خام در یک روز بود، اما شرکت چینی کم بعد میزان استخراج نفت را افزایش داد. حوزه نفتی آمودریا بس مساحت 4500 کیلومتر مربع در ولایت‌های سرپل، جوزجان و فاریاب در شمال افغانستان قرار دارد و یکی از بزرگترین مناطق نفتخیز افغانستان محسوب می‌شود. مقام‌های طالبان که بیشتر در کشورهای عربی حضور داشتند، از درآمدهای نفتی هجومی این کشورها مطلعند و می‌کوشند از آنها الگو برداری کنند. وزارت معدن و نفت طالبان چند پیش درباره حوزه نفتی ولایت هرات به مساحت 23 هزار کیلومتر مربع اطلاع رسانی کرد و مدعی شد با استخراج نفت از این حوزه افغانستان به یکی از کشورهای صادرکننده نفت در منطقه مبدل خواهد شد. سپاس که تا این دم با ما بودید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.